با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند، ساعت 11:20 دقیقه بامداد قبل از ظهر به وقت غرب آمریکا است. این برنامه در تاریخ 26 اکتبر سال 2018 به صورت زنده خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. میپردازیم به آیه شماره 55 از سوره توبه. در این آیه میگوید وقتی شما در واقع مفتون مال دنیا میشوید و در حال پرستش و اعجاب در میایید نسبت به اموال این دنیا، امکانات این دنیا، و اونچنان علاقه پیدا میکنید که حالت پرستش پیدا میکنید، این باعث میشه که دنیا برای شما عذاب میشه. خود دنیا به مناسبت این تعلقاتی که دارید، وابستگی هایی که دارید، نه اینی که شما زن و فرزند و مال رو دوست نداشته باشید یا از بودن اینها خوشنود نشید یا اینها رو به کار نبرید، ولی وقتی که شما در خدمت اینها در میاد، شما در خدمت مال دنیا در میاد، شما در حال پرستش اینها در میاد، وابسته به اینها میشوید، اینها ابزار دست شما هستند، اینها وسیله همین دنیا هستند و برای این دنیا هستند و شما رفتنی هستید از این دنیا و شما نباید که تعلقی به این دنیا داشته باشید که رفتن شما رو مشکل بکنه. این پرستش مال دنیا و امکانات دنیایی به جای پرستش خدا باعث میشه که هم زندگی در این دنیا برای شما عذاب باشه و هم از این دنیا رفتن برای شما عذاب باشه. که این همه آدم نگاه میکنه، الان شما ملاحظه بکنید که گفتن که آقای اسمشون الان یادم نیست، زیزلبرگ نمیدونم هرچی هست حالا، که مال همین فیسبوک هستند و این چند نفری که الان تو آمریکا هستن، آقای مایکروسافت و نمیدونم آقای آمازون و آقای یوتیوب و آقای فیسبوک و این 4-5 نفری که فعلا گل کردن و معلوم نیست که اینها کی هستن. چون این پسر بچه که آخه این فیسبوک مال اینه که گفتن یک روز نمیدونم 40 میلیارد دلار، نمیدونم 14 میلیارد دلار، یه رقمای سرسام آوری، از صبح تا ظهر ضرر کرده، نمیدونم یه روز دیگه 40 میلیارد دلار از صبح تا ظهر استفاده کرده. این همه مال این پسر بچه هست؟ اینها نمیدونم، من مال انشالله که اینطور باشه یا نباشه اصلا به من مربوط نیست، ولی شما نگاه بکنید که اینها دنیاشون، اینها واقعا خوشبختن؟ در داخل اینها که میرید اینها زندگی خوب دارن. چند یکی دو سال پیش بود یک جایی به یک مهمانی دعوت داشتم و مادر یکی از همین افرادی که ایرانی هم هست، حالا نمیدونم که مال گوگل بود، مال یوتیوب بود، مال یک کدوم از همین 4-5 تا بود دیگه، یکی از پایه‌گذارانش بود، مادر اون شخص در اون مهمانی بود و یه مقداری به همین کار رسیدگی ما به پناهنده ها و یک کمی هم به همین تلویزیون پیوند و اینها در اون جلسه کمک شد. اون کسی که کمک جمع میکرد به این خانم که مادر اون پسریست که پسرش توی یکی از همین این جاها جز سردمدارا هست، به اون گفتن شما هم یه کمکی بکنید. همه کمک کردن منهای اون خانم، گفتن امروز پسرم نمیدونم سهامش اومده پایین، سهامش رفته بالا، یه مرگی شده، خلاصه که خیلی اوقاتمون تلخ و اینا، هیچ پول نداریم و هیچ پولم نداد. اون وقت از زندگیش تعریف میکرد برای یه خانومی که پلوش نشسته بود، ما هم استراسم میکردیم که الان بحث رو نمیخوام به اونجا ببرم و واقعا آدم متاثر میشد. اون پول و ثروت و امکانات و اینها به جای خودش
این اشکالات عجیب غریب که حالا شما ممکن اصلا اسمشون مشخص بشه، من به همینجا تمام میکنم. قرآن میگوید که در این جا، در این بخش، اینها در این دنیا که زندگی میکنن، این وابستگی ها باعث عذاب اینها میشه، مثل تاری میمونه که عنکبوت این تاری رو که میتنه خیلی وقتا خودش دست و پاش گیر میکنه تو همین تارهایی که تنیده و نمیتونه دیگه بیاد بیرون، گیر میفته، گره میخوره، دور پاش میپیچه، دیگه نمیتونه حرکت بکنه. و بعد موقعی هم که میخواد این دنیا رو رها کنه اون هم خیلی سخته. و مثال اون پادشاه رو براتون زدم که درویشه بهش گفت تو چطور میمیری با این همه تعلقات و وابستگی؟ گفت تو چطور میمیری؟ گفت همینطور. نگاه کردی درویشه مرده به همین سادگی. چرا؟ برای اینکه اون درویشه تعلقی به این دنیا نداره، نه اینکه از این دنیا بیزار باشه، نه اینکه اون معده نداشته باشه، نه اینکه اون سرپوش نخواد، نه اینکه اون اتومبیل نخواد، نه اینکه اون ثروت نخواد، زن و بچه نخواد. همه اینها رو میخواد در حد تعادل، در حد عقل و منطق، و اینها رو وسیله زندگی بهتر میدونه و وسیله خدمت به خلق میدونه اینها رو، نه وسیله اسارت خلق، نه وسیله اسارت خلق. و در آیه 56 میگوید که و یحلفون، و سوگند میخورند، بالله، به الله، انهم، که به واقع ایشان، لمنکم، بی تردید جزء شما هستند، با شما هستند و متحد با شما هستند، و ما، در حالی که نیستند، هم، ایشان، با شما، از شما و برای شما، ولکنهم، و اما ایشان هستند، قوم یفرقون، ایشان قومی هستند که در حال ترس و در حال پناه بردن به خودشون هستند، و به علت ترسی که دارند و به علت عدم ایمانی که دارند در دفاع ثابت قدم نیستند، و در مقام دفاع که یک وظیفه است، مثل انفاق وظیفه است، باید انجام بده انسان. و هر کدام از ما که مسلمان هستیم و اسلام رو پذیرفتیم، دفاع رو هم پذیرفتیم و متعهد به دفاع هستیم، و اگر دفاع انجام ندیم فاسق هستیم، و اگر زیاد هم دفاع به خرج بدیم و تعدی کنیم از حد معلوم دفاع، باز هم فاسق هستیم. اگر دفاع نکنیم فاسق هستیم، اگر در دفاع تعدی کنیم فاسق هستیم. دفاع بین دو فسخ وجود داره، فسخ عدم مشارکت و عدم اطاعت و عدم اجرای حکم، و فسخ در حالی که شما تعدی میکنید و بیش از حد مجاز دفاع به عملیات دفاعی ادامه میدهید و دفاع رو تبدیل به حمله میکنید. در آیه 57 میگوید این افرادی که یفرقون، به علت ترسشون دنبال در واقع یک جایی هستند که تنها بشوند، پنهان بشوند، اونجور میترسند، از این جمعیت میترسند، از این دفاع میترسند، و این ترس میخواد که اونها رو ببره به جایی که در واقع فراق داشته باشند، نه فراق. فراق رو با غین می نویسند، به معنای دوری و نه، فراق با قاف به معنای فاصله است. اینها
به مناسبت ترسشون میخوان فاصله بگیرن از این جبهه دفاع، دور بشن، فاصله بگیرن. در آیه 57 میگوید که اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی برای فرار میافتند، شتاب زده به سوی آن روی میآوردند. در آیه 57 که اتاق فرمان روی صفحه قرار خواهند داد میگوید که لو اگر یجیدون می توانستند بیابند ملجأً یک پناهگاهی، یک ملجایی، جایی که به اون پناه ببرند و در اونجا امنیت پیدا بکنند در عقیده خودشون، او و یا مغارات یک غاری، یک حفره، یک سوراخی پیدا می کردند، او و یا مدخلا یک جایی پیدا می کردند که قابل دخول باشه، یک سوراخی باشه که بشه بهش داخل شد، لولو بی تردید ایشان تولا می کردن، رو می کردن الیهی به اون غار یا به اون سوراخ یا به اون پناهگاه، و هم یجمحون و ایشان به صورت جمعه، به صورت فرار وحشیانه، فرار بی هدف، شاید که بهترین معنی جمعه با هی جیمی، هی بزرگ، فرار بی هدف باشه. مثلا شما یک عده آهو میبینید که مثلا دارن آب میخورن یک جایی، یک مرتبه یک شیری از یک طرف ظاهر میشه، اینها بدون اینکه محاسبه کنند که کجا میرن و کجا امنیت پیدا میکنن، چه میخوان بکنن، هیچ اون فکرها رو نمیکنن، فقط از اون ناحیه دور میشن، در واقع جمع هم میکنن و فرار بیقرار میکنن، در واقع به جای اینکه فرار منطقی بکنن که به جای مورد نظرشون باشه که به غار برن، به سوراخ برن، به پناهگاه برن، اونجا اگه پیدا بکنن البته به اونجاها میرن، ولی پیدا هم که نکنن از اونجا فرار میکنن تا ببینن که حالا از این ستون به اون ستون فرج. در چی؟ در جنگ دفاعی. ملاحظه میکنید همش در مورد شرایط دفاع در این سوره صحبت میشه. در آیه 58 راجع به صدقات یا کمک هایی که حالا یا در اثر دریافت خسارت های ناشی از تجاوزی که به اینها شده، اون خسارت ها رو از اونها پس میگیرن، و یا اینکه کمک هایی میشه به این حرکت دفاعی که بخشی از مخارج اون رو تأمین بکنن. و اون قدیما که به این معنا ارتش وجود نداشته باشه که نداشته که استخدام بشن و بازنشستگی داشته باشن و بیمه داشته باشن و حقوق بگیرند و اینها، افراد بلند میشدن، بسیج میشدن و فقط در راه خدا و انجام وظیفه عبادت بوده دیگه، مشغول عبادت میشدن، دفاع میکردن، و اینها اکثرا از نظر مخارج زندگی به گدایی میافتادن در کار دفاع، در کار عبادت، و کسانی بودند که البته پولهایی میدادن، کمکهایی میکردن، کسانی که با جانشون نمیتونستن جهاد کنن ولی با مالشون جهاد میکردن، به اینها صدقه میدادن. صدقه به این معنای که اثبات بکنن صدق خودشونو در پایداری به تعهدی که با خدا دارن در دفاع در مقابل تجاوز و مهاجم. حالا منتها مثلا این شخص بیماره یا مریضه یا بچه است یا زنیست که مشغول نگهداری کودکانشه، امکان نداره براش که بیاد در جنگ میدانی دفاع بکنه، ولی میخواد صدق خودش رو ثابت بکنه، نه فقط با گفتار و اظهار بلکه با عمل. میگه خیلی خوب، من معتقد به دفاع هستم، حالا با جانم نمیتونم دفاع کنم، با مالم دفاع میکنم. با اون مال میگوین صداق، یکی از به اصطلاح منطقهایی که اون مال رو صداق خطاب میکنن که صدق یک
تعهدی رو با اون اثبات میکنن یا نشان میدن یا عرضه میکنن. کسانی که در موقع تقسیم صدقات بر تو خورده میگیرن، حالا پیامبر فرمانده جنگ دیگه، یک عده ای هم به او باور دارند، به رسالت او باور دارند و برای دفاع از حق خدا و قانون خدا و حق خدا به دفاع پرداختن. حالا صدقه هم میرسه، پیامبر دستش یه چیزی، پولی میرسه، گندمی میرسه، جویی میرسه، این رو بین افراد قسمت میکنه دیگه، بر اساس فکر خودش، بر اساس عدالت اجتماعی که او عدالت اجتماعی رو میدانسته، چون بهترین معلم قرآن بوده و بهترین شارح قرآن بوده که شرح بده قرآن رو و عمل کنه به قرآن و تسلیم قرآن باشه و مطیع قرآن باشه، همین خصوصیات رو داشته. این است که به او واگذار میکنه و خدا میگوید کسانی که موقع تقسیم صدقات به پیامبر خورده میگیرند، حالا پیامبر اگر که از این اموال به اونها بده، میگن به به چه پیامبر خوب و عادل با خدای برحق، و اگر که جوری باشه که اون جور که اونها میخوان از اون صدقات به اینها داده نشه، یک مرتبه به خشم میان و وقتی هم به خشم بیان، اون وقت شروع به احتمالاً کفر و بدگویی و عصبانیت و نهایت امر، نهایت امر کفر ورزیدن و انشعاب حاصل کردن یا سرپیچی کردن و یا نقض عهد کردن و فرار کردن و بیرون رفتن، یعنی به فسخ کشیده شدن. یعنی کسانی که روی داوری پیامبر در شغلی که داره، شغل پیامبری نداره، شغل اطاعت از امر خدا رو داره، مثل همه ما، حمله کردن باید دفاع بکنه، فقط پیغمبر نیست که باید دفاع بکنه، همه باید دفاع بکنن. یعنی هیچ کس با پیامبر تفاوتی نداره، منتها از نظر جنگی فرمانده جنگه، فرمانده لشکره، اصلا با پیامبریش هیچ کاری نیست. این فرمانده لشکر صدقاتی که بهش میرسه بین سربازهاش قسمت میکنه و سعی میکنه که با عدالت اجتماعی هم این کارو بکنه، چون هم فرمانده لشکره، هم پیامبره، هم خدا امر کرده به اون که تو اولین مسلم باش، اولین کسی باش که از این آیات، من جمله آیات کون و قوامون و به قسط، مطیع هستی و اطاعت میکنی، از همه بالاتر، از همه زودتر، از همه مسلمانتر تو باید باشی، تو تسلیمتر باید باشی، دیگران از تو تسلیم شدن رو یاد بگیرن، هیچ کس نباید از تو پیش بگیرد، یعنی فرصت ندی به کسی که کسی اسم مسلمان اول بشود. به محض اینی که این ذهنیت در زبان تو ظاهر میشه و تسلیم باش، کلماتی که میگویی اولین کسی باشی که کلمه که از دهان تو خارج میشود مطیع شده باش. بنابراین پیامبر در حالت مطیع بودن امر خدا را اجرا میکرده و این صدقات رو هم بر اساس عدالت اجتماعی تقسیم میکرد. حالا یه کسی اومده میگه نه، یه کمی بیشتر به من بده، اگه بهش بده میگه به بچه پیامبر خوبیه، اگر نه بگه من همون مساوات رو باید رعایت بکنم و عدالت اجتماعی رو باید رعایت بکنم، و خشمگین میشه، نتیجه خشمش هم این است که یا دور میشه یا دروغگو میشه یا فراری میشه یا کافر میشه از این حرفا. و منهم، آیه 58، و از ایشان من هست کسی که یل میزوکا، در واقع خورده میگیرن یا ایراد میگیرن یا انتقاد میکنن و نمیپذیرند، در ارتباط الصدقات، تقسیم صدقات رو، فاین، سپس اگر به ایشان داده بشود منها، از آن صدقات به آنها عطا بشود، رادو، راضی می شوند و خوشنود می شوند، و این، و اگر لم یعطو، و اگر به ایشان از آن صدقات
عطا نشود منها اذا پس سپس هم ایشان یسخطون در واقع به حالت سخطه با تین به معنای عذر میخوام خطبه به حالت به خشم آمدن و عصبانی شدن یا به زبان عامیانه به کسی پریدن از روی خشم معترض بیادبانه شدن معترض توامه با خشم شدن اعتراض توامه با خشم به اون حالت در میان اگر که از صدقات به اونها هر چقدر میخوان داده بشه رضایت و خوشنودیشون فراهم میشه اگر بر اساس عدالت و قانون رفتار بشه به خشم و به مقابله برمیآیند در آیه 59 میگوید و اگر آنان بدان چه خدا و پیامبرش به ایشان دادند خوشنود میگشتند و میگفتند خدا ما را کفایت میکند اون وقت به زودی خدا و پیامبرش از کرم خود به ما میدهند و ما به خدا مشتاقیم اگر چنین میکردند قطعا برای ایشان بهتر بود یعنی اگر که قبول میکردند که این پیامبر غیر از جنبه این که پیام آورده خودش به عنوان یک مسلمان به عنوان یک موحد این آدم مطیعه این آدم تسلیم خداست این آدم تسلیم رسالت خودشه اون چرا که خدا به او نازل کرده و او به عنوان تلاوت ابلاغ کرده خود او اولین کسی است که مطیع و منقاد و تسلیم آیات الهی است یعنی یک مسلمانه به تمام معنا کامل بنابراین اولین کاری که این میکنه در این کار دفاعی که یک نوع عبادت هست اون چرا که دستور خداست در مورد نگه داشتن عدالت اجتماعی اجرا میکنه تو به مسلمانی او و به اطاعت او باید عقیده داشته باشی به امانت او در حفظ فرمان خدا که درسته که این الان یک آدم معمولیه فرمانده لشکره اما مسلمانه اما مطیعه اما فاسق نیست فسق انجام نمیده نقض عهد نمیکنه مطیعه سرکش نیست چون مطیع خداست هر کاری که میکنه در واقع در اطاعت با خدا انجام میده این رو بفهم و بپذیر از او اگر نحوه تقسیمش رو دوست نداری فکر بکن که یک امین خدا مشغول تقسیم اموالی است که سهم تو همین است که به تو میدهد اما اگر که این افراد خوشنود میشدند از اون چه که خدا امر کرده به پیامبر و پیامبر با امر خدا و شعور خودش در جهت استقرار عدالت اجتماعی نسبت به تقسیم صدقات اقدام می کرده اگر از این تقسیم بندی و از این تصمیم پیامبر خوشنود می شدن اون وقت می گفتن که اون چرا که خدا و رسالت او در رسول برای ما محاسبه می کند همون برای ما کفایت می کند و ما به اون راضی هستیم و او رو کرم تلقی می کنیم لطف تلقی می کنیم و ما در واقع شیفته و دوستدار خدا هستیم ما مطیع خدا هستیم اگر اونها چنین میگفتند قطعا براشون خیلی بهتر بود تا اینکه سر صدقات
با کسی که جز دستور خدا دستور دیگری رو انجام نمیده و تخطی هم در کارش نیست به او اعتراض بکنند. آیه 59 به این ترتیب بیان می شود که ولو و اگر انهم ایشان رضو راضی می شدند، خوشنود می شدند ما با آنچه آتاهم الله و رسوله و رسالت رسول او برای ایشان معین کرده و به ایشان عطا کرده است و قالوا با اون راضی می شدند و می گفتند حسبنا الله و می گفتند که حسبنا الله اون چرا که خدا برای ما حساب کرده و رسالت او برای ما حساب کرده کفایت می کند و اون چرا که خدا برای ما حساب کرده سیؤتینا همون رو الله به ما خواهد داد الله من از فضل و از آگاهی برتر خیش و رسوله و رسالت رسول خیش اینا بی تردید ما الى الله به سوی الله راغبون رغبت و علاقه و وابستگی خودمون رو نشان میدهیم. تشکر میکنم اتاق فرمان. یعنی اگر کسی به الله و به رسالت الله که در بخشی از رسالت الله که آیات الهی است در اونجا گفته می شود که خداوند به این پیامبر سمت مطیع داده است، بنابراین ما باز با حدیث کاری نداریم، با سنت های من درآوردی رو هم باش کاری نداریم، اینا سنت نیست، هیچ کدوم آیه های قرآن است. در آیه قرآن می گوید که این پیامبر امین است، در آیه های قرآن میگوید که این پیامبر مطیع است، در آیه های قرآن میگوید که این پیامبر مسلم است، در آیه های قرآن میگوید که در راه اطاعت از آیات خدا خطا نمی کند. همه این خصوصیات رو این شخص داره. بنابراین این وقتی تصمیم میگیره به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک رسول. رسول کارش فقط آیات الهی است که مردم ابلاغ کنه. ما هیچ کجا در قرآن نداریم که رسول خارج از مقام رسالت و پیامبریش یک عمل دیگری رو به عنوان رسالت دوم انجام بده که خاص او باشه. خوب توجه کنید که چی عرض میکنم. فقط پیامبر در امر رسالت دارای انحصاره. پیامبر فقط در موضوع امر رسالت، دریافت وحی، پرداخت وحی، فقط در این مورد انحصار داره. ولی در بقیه مواردی که امر صادر میشه 6400 دستور در قرآن پایین آمده. همه اینها به پیامبر هم هست. اول همه میگه تو اطاعت کن، ولی در انحصار پیامبر نیست. عدالت برقرار کن پیامبر. پس فقط پیامبر عدالت برقرار کنه، بقیه چی؟ بقیه ظلم برقرار کنن؟ نه، این دستور به همه است. پیامبر هیچ دارای انحصار نیست در اعمالی که باید انجام بده، دارای انحصار نیست. اون حکم تسلیمه، حکم توحیده، حکم خداست برای همه کسانی که مسلمان هستن و موحد، من جمله ایشان. حالا میگوید که کسانی که راضی میشوند به آنچه که خدا به اونها داده. خدا چجوری به کسی چیزی میده؟ خدا دستشو از اون بالا دراز میکنه و من و شما چیزی میده؟ نه. توسط کی میده؟ توسط پیامبر؟ ابدا. اون وقت ما مشرک میشیم. تا گفتیم توسط پیامبر، اون وقت پیامبر واسطه با خدا میشه در انجام اعمال
اون وقت شرک مطلق مطلق به وجود میاد. هم ما مشرک میشیم هم پیامبر رو مشرک کردیم، و چون پیامبر مشرک نیست ما مفتری میشیم. اون چرا که خدا میدهد و رسالت خدا معین میکند که چه بدهد چه ندهد. حالا پیامبر در مقام فرمانده لشکر است. پیامبر بعد از 23 سال رسالت روحش میره به بهشت و پرواز میکنه، از این جهان دور میشه، میره رحلت میکنه. حالا جنگ میشه، یک فرمانده لشکر دیگری میاد، پیامبر که نمیاد از اون دنیا فرمانده لشکر بشه که. یا فرمانده لشکر ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده یا علی بوده، یا کدوم از اینها بودن دیگه، در یاران علی، یاران خدا در آغاز کار، یکی از این چهار نفر بوده. خب این الان فرمانده لشکر که شده، این الان رسول نیست، ولی این هم صدقات رو قسمت میکنه. با چی قسمت میکنه؟ با اطاعت از آیات قرآن، با برداشت از اون پیامی که از دهان رسول خارج شده و پیام خدا بوده، با همون قاعده، یعنی با قرآن زندگی میکنن، بر اساس آیات خدا در قرآن عمل میکنند، و اگر صدقات رو باید قسمت بکنند بر اساس عدالت اجتماعی معین شده در قرآن کارشون انجام میده. همون کاری رو هم که پیامبر میکرد، پیامبرم از روی قرآن این کار رو میکرد، نه از فکر خودش، نه از فکر خودش، از قرآن و در اطاعت قرآن. چون نمیتواند که صدقات رو در زمان پیامبر یک جوری دیگه تقسیم میکردن، بعد از پیامبر یک جور دیگری تقسیم میکردن، امروز در قرن 21 خسارات رو یک جور دیگری تقسیم میکنن. وقتی اسلام که جور و باجور میشه، در زمان پیامبر، در زمان چهاریار پیامبر، صحابه پیامبر، در زمان بعد از پیامبر، امروز و تا روز قیامت، صدقات در جنگ دفاعی تابع قانون عدالت اجتماعی قرآن تفکیک و تقسیم و تسهیم می شود و واگذار می شود. و در این آیه می گوید که اینها به جای اینکه بر پیامبر خشم بگیرند و ایراد بگیرند، اگر که اینها به خدا راغب باشند، دوستدار خدا باشند، قبولدار خدا باشند و آیه های قرآن رو بپذیرند و بدانند که پیامبر در تبعیت از آیات قرآن قدم بر می داره، نه از تبعیت از خودش. پیامبر رو غیر پیامبر نداره، پیامبر رو بذارید کنار، کسی دیگری بذارید جاش، چی میشه؟ اسلام عوض میشه یک مرتبه؟ اگر این فرمانده لشکر به جای رسول اکرم عمر بود، بعد یه مرتبه همه چی به هم میریزه عوض میشه؟ اگر علی بود چی؟ رابود یه مرتبه دیگه عوض میشد. عثمان بود چی؟ سه مرتبه عوض میشد. ابوبکر بود چی؟ 17 مرتبه عوض میشد. نیست اینطور. چون همه اینها یا باید فاسق باشند، یعنی عهد شکن باشند، از ابوبکر گرفته تا امام حسین، هر کدامشان که طبق قرآن عمل نمی کردند فاسق می بودند و نبودند، هیچ کدامشون فاسق نبودند، همه اینها مطیع قرآن بودند. بنابراین هر کدام اینها در موارد مختلف زندگی، من جمله جنگ، من جمله صلح، من جمله دفاع، من جمله تقسیم صدقات، تابع قرآن بودند و معلم اونها قرآن بود، معلم خود رسول اکرم هم قرآن بوده. یعنی همه این افراد و همه این بزرگان من جمله رسول اکرم تابع یک فرمان واحد بودند. این کشتی، کشتی هدایت که حرکت می کند، اگر ناخدای اصلی، ناخدای اول که از زمان افتتاح این کشتی و ورود او به دریا ناخدا بوده، حالا این ناخدا فوت میکنه، رحلت میکنه، از این دنیا میره، در بین کسانی که مسافر کشتی هستند، یک کسی رو که بقیه مسافرهای کشتی بیش از دیگران برای انجام اداره
سمت ناخدایی این کشتی انتخاب میکنن، اون ناخدا میشه. حالا ناخدا که شد چه میکنه؟ قوانین کشتی رو عوض میکنه، میگه کشتی تا حالا به شمال میره برگرده به جنوب بره، با وجودی که یک قانون اساسی به دیوار کشتی کوبیدن، قرآن. هر کسی ناخدا میشه باید از این کتاب تبعیت بکنه. موتور این کشتی چه پیامبر باشه، چه علی باشه، چه ابوبکر باشه، چه عمر، چه عثمان، چه هر کدومشون، باید نفت سیاه بریزن توی این کشتی تا اینکه موتور شروع بکنه به کار کردن. نمیتوانند بگویند پیامبر که در زمان پیامبری نفت سفید میریخت، ما نفت سیاه میریزیم، یک کسی دیگه بنزین هوایی میریزه. نمیتوانند این کارها رو بکنند. این که در اینجا میگوید به پیامبر اینطور گفتیم، به پیامبر اونطور گفتیم، یا پیامبر اینطور کرد، پیامبر از خودش هیچ کاری نمی کرد. چون اگر پیامبر از خودش کاری می کرد، وقتی فوت می کرد و از این دنیا می رفت، ما نمی دانستیم چه کرده و ما اسیر و سرگردان می شدیم، مثل همین حدیثی ها می شدیم و نهایتا مشرک و مفتری می شدیم. اما ما اصلا کاری نداریم که پیامبر چه می کرده. پیامبر هر کاری که می کرده در اطاعت از قرآن می کرده. بنابراین ما بدون اینکه بخوایم جستجو کنیم که پیامبر سنتش چی بوده، پیامبر سنتش سنت قرآن بوده، همین تمام شد. پیامبر سنتش سنت اجرای عدالت اجتماعی بود، بس سلام شد تمام. عدالت اجتماعی در جیب پیامبر با خودش از این دنیا برده، چنین چیزی نیست. عدالت اجتماعی در قرآن نوشته شده. بنابراین بودن یا نبودن پیامبر بعد از تکمیل قرآن و بعد از اینکه مأموریت او به پایان میرسد و دین او اکمل و اتم میشود، خواجه عبدالله انصاری میگوید که نماز نافله گزاردن کار پیرزنان است، روزه و صیام تمتع لقمه نان است، حج گشت جهان است، آنجا که از عرش تا فرش حق متجلی شود، محمد کدام است؟ دلی به دست آر، دلی به دستار که کار آن است. از عرش تا فرش حق متجلی می شود. چگونه متجلی می شود؟ در فرمان حق متجلی می شود. حق در فرمان خودش متجلی می شود. این کلمات، این آیه های قرآن تجلی حق است در آینه تربیت، در آینه هدایت. اینها رسالت همون رسول هستند. این قرآن رسالت همان رسول است. رسالت رسول تا دنیا دنیاست بر جا میماند. جسم رسول و عمر رسول مثل عمر من و شماست. روح او به خدا باز میگردد و رودخانه روح او به دریای حق و وحدت می پیوندد و جسم او به خاک باز می گردد، مثل همه ما، مثل همه ما. به رسالت پیامبر بپیوندید و برای شخص پیامبر ارزش قائل باشید و به او احترام بگذارید و پیوسته به روح پرفتوح او سلام و صلوات و بزرگ داشت و درود بفرستید. اما پیامبر مرجع ما نیست، خدا مرجع ماست.
ما از سنت پیامبر اطاعت میکنیم، نه از شخص رحلت شده‌ای به نام محمد. و سنت محمد مربوط به خود اوست و اطاعت از سنت محمد معادل با شرک است. اما اطاعت از سنت رسول شرط توحید است. اگر کسی از سنت رسول اطاعت نکند موحد و مسلمان نیست. سنت رسول قرآن است، سنت محمد اعمال نیک که از یک انسان کامل ایجاد شده است و به یادگار مانده است و بسیار هم حتما ارزشمند بوده و ارزشمند خواهد بود. اما ارزش کارهای محمد با همه خوبی و نیکویی و زیبایی و محاسنی که داشته، شماره آن در نظم آفرینش و در عدالت جهان هستی نمره 90 است. قرآن نمره 100 است. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. و سنت محمدی کمتر است از سنت الهی. سنت شخص محمد به مراتب ضعیفتر است از سنت رسالت او. یعنی سنت یک شخص محمد، سنت شخصی او، از سنت خدا پایین تر است یا بالاتر است؟ محمد یک سنت محمدی دارد، سنت فرد بشری است. یک سنت رسالتی دارد، یک سنت نبوی دارد که سنت نبوی او سنت خداست. سنت محمدی او سنت بشر است. این سنت رو در کنار اون سنت قرار دادن شرک به معنای مطلق کلمه است و هیچ شرکی مستحجنتر و زشتر و موهنتر و افترایی ترین نوع افترا و نوع توهین و شرک کامل نسبت به خدا نیست. اون چه در این آیه ذکر می کند به سنت نبوی رسول اشاره می کند. عرض کردم سنت محمد رد نمی شود. انسانی بوده از امین، انسانی بوده از شریف، انسانی بوده از کریم، کاملترین بشر تمام تاریخ هستی است. در اینها هیچ تردیدی نیست، ولی بشر است، خدا نیست. و سنت او فرسنگ ها فرسنگ، هزاران هزار جهان و هزاران هزار یونیورس از سنت خدا به دور است. اگر بخوایم که اینها را هم سطح هم قرار بدیم، البته سنت او، سنت محمد، سنت اطاعت بوده، مطیع بوده از امر خدا. مردم، محمد مطیع امر خدا بوده. سنت محمد سنت اطاعت از امر خدا بوده. سنت نبوی او سنت خدا بوده. خود او در مقام محمد مطیع فرمان خدا بوده. آیا ما باید امروز مطیع فرمان محمد باشیم یا مطیع فرمان خدایی باشیم که همین محمد مطیع آن خدا بوده؟
در آیه شماره 60 قانون تقسیم صدقات داده می شود و در تحکیم و تأیید آنچه گفتم، تقسیم صدقات تصمیم محمد نبوده است که کسی با او خوشنود بشود یا بدنود بشود، که محمد اجازه داشته باشد که به او بیشتر بدهد یا کمتر بدهد. اموال محمد نبوده است که اجازه داشته باشد به کسی بدهد یا ندهد. تازه اگه مال خود او هم بود، باز هم اجازه نداشت که از حدود امانت خارج بشود. هیچ کس اجازه ندارد. کسی رو دیدم که میگفت من انقدر دلم رحم میکردن دارم، یه گدای فلانی رو دیدم تو کوچه، دست کردم هر چی تو جیبم پول بود دادم به گدا. گفتم شما غلط کردی، هزار بار غلط کردی که این کار کردی. احمق‌تر از تو آدم پیدا نمیشه. الان تو فاسق هستی. گفت برای اینکه به فقیر کمک کردم، دار و ندارم رو دادم به فقیر، فاسق هستم در دین شما. گفتم بله، شما نقض عهد کردی با خدا. شما قانون انفاق رو میدونی؟ همین یک گدا در دنیا وجود داره. شما 110 آیه در قرآن باید بخوانی، انفاق رو از قرآن یاد بگیری تا بفهمی که این کار رو که کردی گناه کبیره بوده یا انفاق بود. انفاق با غرایز بشری، با عواطف بشری تفاوت میکنه. انفاق یک قانون در قرآن. انفاق مال تو نیست که هر غلطی میخوای بکنی دلم سوخت، مردشوی خودت رو ببرن با دلت که سوخت یا نسوخت. انفاق مگه با سوختگی دل کار داره؟ انفاق یک دستوریست که در قرآن اومده، شما باید مطابق دستور بگردید، آیین‌نامه های اجراییش رو پیدا بکنید، عمل بکنید. فضولی بیجا چرا میکنی؟ دلم سوخت. مگه انفاق بر اساس دلسوختگی بشر قرار داده شده؟ صدقات هم همینطور. در این آیه شماره 60 صدقات تنها به تهیدستان، خوب توجه بکنید، باز هم احتیاج به سنت محمد دارید یا احتیاج به سنت رسالت و نبویت محمد دارید؟ این سنت رسالت اوست. صدقات تنها به تهیدستان، به بینوایان و به متصدیان اونها. الان روزخانها و آخوندها و آیت الله و مفتیها و همه این اشرار که من با عرض پوزش از همه این محترمین، اگه من قصد توهین به کسی ندارم، ولی کار اینها مثل کار زالوست که خون آدم رو میمکه و اینقدر خون میخوره زالو تا باد میکنه و آخر سر منفجر میشه میمیره زالو. اینها اونها هستند. اما به نام متصدی، یعنی یک جای قرآن رو میخوانند منحرف میکنند و میگن ما اون افرادی هستیم که دارای تصدی هستیم. قرآن بفرمایید، قرآن اینجا ما رو متصدی معرفی کرده، ما مسئولیت داریم. در صورتی که قرآن داره به حکومت اشاره میکنه، به ادمنستریشن اشاره میکنه، به سازمان اداری اشاره میکنه، میگه الان شما این صدقات رو گرفتید، حالا اون روز جامعه کوچکتر بوده، متصدی این کار پیامبر یه نفر صدا میکرده، میگفته برو مثلا یک آمار تهیه بکن که این گروهی که ما الان در این شهر هستیم، در حجاز هستیم، در مکه هستیم، در مدینه هستیم، این گروهی که ما الان داریم میجنگیم، اینا صف اول هستن، اینها توحیدست هستند و اینها مسکین هستند، هم دستشون خالیه، پولی ندارند، فقیرند، اسیرند، بیمارند، نمیتوانند تولید بکنند. لیست اینها رو تهیه بکنید، این انباری که داده شده، این صدقات، این بودجه مملکت، بودجه این شهر رو بعد از اینکه مخارج رو کنار گذاشتید، ببینید که چطور بین اینها باید قسمت کرد. صدقات رو به خصوص، صدقات یه چیزی است که مافوق مالیات و زکات و این چیزهاست. افراد برای اثبات صداقت خودشون کمک کردن، در واقع دفاع مالی است که نمیتوانستن دفاع جانی کنن، یا افسون بر دفاع جانی دفاع مالی هم کردن، اون بخشی از دفاع مالی اونهاست که دادن به این سازمان، به این ادمنستریشن، به این حکومت، به این ولایت، به هر چی که اسمش هست، ولایت سیاسی عرض میکنم، به اینها داده شده
حالا پیامبر که خودش یک نفره نمیتونه همه این کارها رو بکنه، که هم بجنگه هم پیامبری بکنه هم برای زندگیش زحمت بکشه پول در بیاره خرج کنه، چون پیامبر روزخان نبود و از طریق رسالت امرار معاش نمیکرد. پیامبر تا روز آخری که زنده بود به شدت برای زندگیش کار میکرد، چون پیامبر آدم ثروتمندی نبود. اتفاقا پیامبر یک آدمی بود که فقیرترین آدمهای زمان خودش بود، یعنی واقعا از نظر مالی مسکین بود و بنا بود اگر یک روز کار نمیکرد مسکین میشد. کار میکرد، زحمت میکشید، زندگیش رو اداره میکرد و پیامبر تا آخر عمرش صدقه از کسی قبول نکرد. یعنی این صدقاتی که میدادن به جنگجویان و عساکر و سربازان، یک بار در تاریخ نیامده که پیامبر از این صدقات استفاده کرده باشد. اینها میگویند که ما چون سید هستیم، ما اولاد پیامبر هستیم، ما آل پیامبر هستیم، به ما سهم میرسد. پیامبر از اون چه که سهم بینوایان بود، که او یکی از همون بینوایان بود، سهم قبول نمی کرد، صدقه قبول نمی کرد. صدقات تنها به توحیدستان و بینوایان و متصدیان، یعنی کسانی که عامل هستند، یعنی صدا میکنن 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، کسانی که مشمول دریافت صدقات میشن، صف میکشن. اینها رو یکی یکی باید سابقه شون رو ببینن، ببینن اینها پول دارن ندارن، دروغ میگن راست میگن. اداره تأمین امور اجتماعی که امروز ما داریم، نفره میذارن اونجا، ماهی یک مبلغ حقوق و معاش بهش میدن که تصدی بکنه کار تقسیم صدقات رو به افرادی که مستحق دریافت هستن. یه حقوق مختصری هم میگیره دیگه مثل بقیه، چون کار داره میکنه، روزخانی نمیکنه، روزی 12 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت باید کار بکنه. یکی یکی اینها رو جمع بکنه، ببینی به این چی میده، اون چند، این خانمه چند تا بچه داره، اون مرده چند تا بچه داره، این میتونه کار بکنه، نمیتونه کار بکنه، اینو وقت میگیره دیگه. یه حقوقی هم میگیره، کارمند دولت در واقع، کسی که از او به نام عامل نام میبره قرآن، عمل کننده، یعنی عمل کننده، تقسیم کننده این صدقات. و کسانی که دلشان به دست آورده میشود و در راه آزادی بردگان، وامداران و در راه خدا و به درمانده اختصاص دارد، این به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا دانای حکیم است. فریضه یعنی امر واجب مثل صلات. این گرفتن صدقات و تقسیم صدقات، ترتیبش، ترتیب تقسیم گرفتن و دادن صدقات، یک امر واجبه مثل نمازه. در اون حد فریضه است دیگه، یعنی قرآن میگه فریضه است، یعنی یک امریست که به صورت مطلق واجبه و تغییر نمی کنه. و ترتیبش رو هم ذکر کرده که به کسانی باید داده بشه که فقیر هستند و مسکین هستند. فقیر یعنی که نه اینه که هیچ چیز نداشته باشه، کم داره، ولی خیلی کم داره و خیلی احتیاج به کمک داره، ولی صفر نیست. مسکین صفره. و میگه هم به اون باید داد، هم به این باید داد. درجاتش با هم دیگه فرق میکنه، مقدار نیازهای اینها با هم فرق میکنه و اینا احتیاج به یک مدیر داره، احتیاج به یک متخصص داره، کسی که تحقیق بکنه و این کار رو انجام بده. و کسانی که دلشان به دست آورده می شود. گروه سوم کسانی هستند که پریشان شده دلشون، شرح شرح شده دلشون،
آواره شدن، در به در شدن، آشفته شدن، رشته فامیلی و تعلقشون در جامعه به هم ریخت، در به در شدن، پراکنده شدن، ناامید شدن، به قول زبان امروزی دیپرس شدن و احتیاج دارند که یک نوع تعلق خاطر به اینها داده بشه، برگردند و به زندگی امیدوار بشن. ممکنه که حالا واقعا این الان به نان شبش محتاج نباشه، ولی شغلش رو از دست داده، زندگیش رو از دست داده، زن و بچهش رو از دست داده، بچهش جلوش کشته شده، زنش جلوش کشته شده، یک آدمیه که احتیاج داره که به ائتلاف قلوب احتیاج دارن اینها، به جمع شدن و تألیف و ائتلاف و سازمان بخشیده شدن به روحیات و به امکانات جسمانی اونها. یعنی یه آدمیه که الان جوری دیپرس شده که اصلا این به عنوان یه کارخانه دیگه در جامعه کار نمی کنه، هیچ نوع فعلیت و فانکشنی در وجود این نیست. میگه به اینها هم کمک بکنید که اینها خودشون رو پیدا بکنن، به زندگی امیدوار بشن، برگردند و شروع به تولید بکنن. پس یکی به فقرا، یکی به مساکین، یکی به کسانی که کمک به اونها باعث تولید و باعث ایجاد ثروت و برگشتن نیروی سازندگی به جامعه بشر میشه. بخش سوم. و همینطور این پول بایستی که در راه آزادی بردگان، کسانی هستند که اسیر شدن، جنگ کردین، الان آتش بس اعلام کردین، صلح کردین، یک مقداری صدقات به شما داده شده و یک مقداری هم اسیر جنگی اونها گرفتن که اینها میگن مال ماست دیگه، قانون ما اینجوریه که ما مالک اینها هستیم و اینها جز به چیزهایی نیست که خسارت ما پس بدیم، پس نمیدیم. و هم بخرید اینها رو ازشون، از این پول صدقات برای خرید اون اسرای جنگی که الان برده شدن اون طرف استفاده بکنید. و برای کسانی که گروه پنجم، دو سه چهار پنج، گروه پنجم کسانی هستن که قرض دارن و نمیتونن قرضشون رو بدن و این قرضی که دارن و عدم توانایی در پرداخت قرض اونها رو از زندگی و فعالیت ساقط کرده، تولیدی نیستن دیگه، قرض اینها رو بده، یک جوری باشون مدارا بکن که تولیدی بشه، پولو پس بده، ولی تولیدیش کن. الان از کار افتاده موتورش، موتورش رو روشن بکن، یه پولی بهش بده که یک مقداری قرضشو بده، الان قرض داره هیچی نداره دیگه، هر چی داره باید بده بابت قرضش، یک مقداری بهش کمک کن که هم قرضش رو قسط‌بندی کنه، هم بتونه دکانی باز بکنه، بقالی، قصابی، یک کاری بکنه، بالاخره یک حلبی سازی، یک کاری رو شروع بکنه، درآمدی داشته باشه، سرمایه دست بهش بده. قرآن ملاحظه میکنید که این بتونه که روپای خودش بیسته و دو مرتبه شروع به کار بده. و همینطور در راه خدا، در راه خدا، این پولی که دارم الان من میدم برگشتی نداره. الان یک مریضی است که شما این پول رو بهش میدید، این مریض باید که امروز میمیره اگر این پول رو بهش ندید، این کمکی که دارو میخرید بهش میدید دو سال زندگی میکنه، کاری نمیکنه، تولیدی نمیکنه، در واقع ادامه حیات میده در حالت آرامش و در حالت غیر تولیدی، هیچ اسم گذاری نمیشه روش کرد که این چه منافع دنیایی داره. منافع دنیایش فقط اینه که بالاخره این عاجزه دیگه و احتیاج داره، فقط همین، و نمیتواند که تولیدی باشه و به تولید جامعه هم کمک نمیکنه این کار. حالا مسکین رو بهش پول میدید، از حالت مسکین بیرون میاد، سازنده میشه، تولید کننده میشه، در راه مانده کمک بهش میشه، اسکان پیدا، همه اینها باعث تولید ثروت در جامعه میشه با این ترتیبی که قرآن بیان میکنه. ولی یکی دو گروه هم هستن که جنبه اخلاقی صرف داره، اصلا جنبه مالی و اقتصادی نداره،
یعنی اینا جامعه رو متبلور نمی کنن، یا جامعه رو ثروتمند نمی کنن، تولید نمی توانند بکنن. یه آدم 80 سالش 90 سالشه، هزار جورم بیماری داره، این چه چیزی میتونه ثروت ایجاد بکنه؟ اگه کمک بهش نکنید دو سه روز دیگه میمیره، کمک بهش بکنید دو سه سال دیگه زندگی میکنه، از زندگی لذت میبره در راه خدا. هیچ اسم دیگه ای نداره جز در راه خدا. و به کسانی که در راه مانده هستند، ابن سبیل هستند، کسانی هستند که فرزند راه هستند، به زبان امروزی رفیوجی هستند، پناهنده هستند. پناهنده ها همین ها هستند که الان سه گروهی در چند هزار نفر این کاروانشون به طرف شمال در حال حرکت هستند، از آمریکای مرکزی میان به مکزیک و نهایتاً میخوان برسن به مرزهای آمریکا. اینها پناهنده هستند، اینها در راه مانده هستند، اینها ابن سبیل هستند، اینها بدبخت هستند، فی سبیل الله هستند، اینها هم فی سبیل الله هستند هم ابن سبیل هستند. به اینها باید کمک. حالا بعضی از باورها هست، مثل باور رئیس جمهور آمریکا که گفته است که بزرگترین کمک به اینها که 1000 کیلومتر راه رو پیاده میخواد بیاد با زن و بچه و بزرگ و کوچیک و کشکول و نمیدونم ملاقه و بشقاب و اینا رو سرش گذاشته و داره حرکت میکنه میاد، بدون پول، بدون خوراک، بدون هیچ. این رئیس جمهور آمریکا فکری به نظرش رسیده که خیلی فکر جالبیه، گفته ما بایستی که با نیروهای ارتشی به اینها حمله کنیم و اینها رو متوقف بکنیم. و فکر نکرده ایشون که مثلا میان راه که اینها هستن متوقفشون کنه، یعنی همونجا بایستن، چون میخوان برگردن عقب، نمیگذارن برگردن عقب، از اونجایی که فرار کردن که نمیخوان برگردن به اونجا، که جلو هم که راه بسته است. یعنی در واقع رئیس جمهور آمریکا زبانم لال کار یزید رو داره میکنه، نمیگذاره برگردن، نمیگذاره میان جلو. انشالله که خدا همه شما رو حفظ بکنه و یک مقداری هم به بعضی ها عاطفه و مهر و دلسوختگی بده. که قرآن میگوید که بعضی افراد رو ما قلبهاشون رو، نه این پمپ رو، قلب یعنی چیزی که میتونه منقلب بشه، میتونه درش انقلاب ایجاد بشه، زیر و رو بشه. تا دیروز شر بوده، یک مرتبه حسن و خوبی بشه، میتونه عوض بشه. امیدواریم که خدا در قلب کسانی که میگه اینا قلبشون مثل سنگه، هیچ نوع منقلب نمیشن اینها، هیچ نوع تغییر و انقلابی در اینها به وجود نمیاد، سنگ سختن دیگه. و میگه از سنگ هم بدتر هستن، چون سنگ هایی هستن مثل سنگی که موسی عصاش رو زد روش، باز میشه و ازش آب فوران میکنه یا چشمه آب پیدا میشه. میگه اون قلب این بدبخت ها اون خاصیت رو هم نداره و به اون صورت هست. منظور من مقام رئیس جمهور نیست، کلن عرض میکنم که آدم بگن که این آدم ابن سبیله، این آدم پناهنده است، شما چی کار میتونین برای این بکنین؟ میگه تفنگ میفرستم که با تفنگ نگرش دارم همونجا که حرکت نکنه. خیلی مهمه و این واقعا اختراعات جدیدیست که آدم حیرت میکنه. به هر حال در راه مانده اینها به اونا اختصاص دارد، این به عنوان فریضه از جانب خداست. اینی که به شما گفتیم این حکم واجبه، یعنی این عوض شدنی نیست. تا کی؟ تا روز قیامت. صدقات متعلق به این گروهه. هرچی نگاه کردم ببینم اسمی از سادات در اینجا نوشته نمیبینم، سادات نمیبینم. منظور من سادات هامبورگی نیست، سادات به عنوان مدعیان وراثت رسول اکرم است که نامی از اونها از آل محمد و یا از سید و از سیده در اینجا نامی برده نشده، به اینها هیچ داده نمیشه. آیه شماره 60 رو اتاق فرمان روی صفحه قرار بدید لطفا. در این آیه میگوید که اینما تنها الصدقات صدقات
للفقراء، نمره یک برای کسانی است که فقر دارند، کم دارند، امکانات ناچیز دارند. للفقراء والمساكين، و کسانی که محتاج هستند و اون ناچیز را هم ندارند و معلوم هم نیست که اینها بتوانند که آدمی که مسکینه، آدمی که ابزار نداره، معلوم نیست که کی ابزار پیدا میکنه. مسکین به معنای کسی است که فاقد چاره است، فاقد راه نجات هست، بیچاره یعنی بدون چاره هست. مسکین به فارسی می شود بیچاره. والعاملین، و کسانی که صدقات رو جمع آوری می کنند و دریافت کنندگان صدقه رو شناسایی و مشخص و معین می کنند و صدقه دریافت شده رو بین کسانی که مشمول قانون هستند تقسیم می کنند. علیها، و کسانی که از ایشان در واقع دریافت صدقه و پرداخت صدقه می کنند. والمؤلفتی، و کسانی که قلوبهم محتاج هستند که قلبهای پریشان و جانهای پریشان و عواطف پریشان اونها گرد بیاید و به هم بازگردند، یعنی خانواده هایی که متلاشی شده، افرادی که از هم دور ماندن، زن و شوهری که از هم دیگه فاصله پیدا کردن، مثل همین واقعه ائتلاف، مؤلفه قلوب، مثل این بچه هایی است که از مکزیک آمدن در مرزهای جنوب آمریکا، اینها اسکان پیدا کردن چون که بچه رو صغیر رو نمیتوانند طبق قانون اخراج کنند، اینها رو بردن از پدر مادرهاشون جدا کردن. هنوز هم تعداد زیادی از اینها گم شدن، پدر مادرهاشون رو نمیشناسن، معلوم نیست، و همینطور بچه ها رو نگه داشتن. اینها احتیاج به این ائتلاف قلوب دارند که مؤتلف بشوند، سازمان ارتباط اینها برقرار بشه. الان اینا وجود دارن، یعنی هم بچه وجود داره هم مادر وجود داره. بچه صبح تا به شب گریه میکنه در فراغ مادرش. بچه 5 ماهه 6 ماهه 8 ماهه رو گرفتن توی کمپ نگه داشتن، مادرش هم بیرون کردن، چون اینها در واحدهای هزار بودند، هزار. الان نمیتوانند که این بچه ها رو یکی یکی باید دی ان ای اینها رو بگیرن، بعد مادرشون رو که میخوان شناسایی بکنن، مادر برگشته مکزیک، برگشته السالوادور، برگشته گواتمالا، برگشته نمیدونم یه کشور دیگه، الان مادره رو از کجا پیدا کنن؟ همه جمعیت آمریکای جنوبی رو دی ان ای بگیرن ببینن که مادر این بچه کی. یک اشتباهات، یک خریجت های عجیب غریبی که عمدن کردن اینها برای اینکه در مردم ایجاد وحشت بکنن که دیگه هیچ مادری و بچه کوچکش قصد فرار و قصد پناهندگی نکنه. این کارهایی که فقط نشان میده که عدم وجود عاطفه و اون قلب سنگی که در سینه اینهاست که این شرایط شر رو برای نوع بشر به وجود میاره باوردن. حالا میگوید که اینها هم مادر وجود داره، هم پدر وجود داره، هم بچه وجود داره، هم یک امکانات مالی دست متصدی هست که به وسیله کمک‌های مالی بتواند که این متلاش، خانواده‌های متلاشی رو، این ائتلاف‌های پاره شده، این روابط به هم خورده رو در جامعه به هم بازگرداند و پریشانی رو به سامان برساند و تلاشی رو به پیوستگی و اتحاد برگرداند. واقعا آدم حیرت میکنه، واقعا آدم با تمام وجودش حیرت میکنه. 1500 سال پیش در باره ائتلاف قلوب صحبت میکنه قرآن و میگه کسانی که
قلوب اونها احتیاج عاطفه اونها، قلب اونها جایی که میتواند زیر و رو بکند انسان رو، میتواند که تغییر ایجاد بکند، هم میتواند متغیر باشد هم تابع تغییر باشد. اون قلبها رو میگه پیدا بکنین، قلبهای پریشان شده، این عاطفه های از هم پاره شده، این خانواده های در بدر شده در جنگ و مهاجرت رو پیدا بکن، اینها رو به هم دیگه پیوند بده، بازگردان اینها رو به اتحاد، خانواده های گسسته و پریشان رو از نو نوسازی کن و بنا کن. 1500 سال پیش میگوید از صدقات برای استفاده در این کار استفاده کن. و همینطور از این بودجه، از این محل برای کسانی، رقاب به معنای گردن هست، گردن ها میگوید که، و همینطور برای آزاد کردن سران. ما مثلا میگیم چند سر مثلا نونخور داری، با سر حساب میکنیم، سر به معنای نفر، رقاب یعنی که چند گردن. اما معنی اصطلاحی این رقاب این است که کسانی که کمند بر گردن دارن، چون برده ها رو در اون زمان مثل سگ هایی که میبینید دور گردنشون یک چیزی میاندازند و اونها رو میکشند، دور گردن اینها کمند میانداختن یا یک قفلی، یک به اصطلاح گردنبندی، گردنبند نه به عنوان تزئین، گردنبند به عنوان یک چیز آهنی که دور گردن اینها بود و با یک قلاب فلزی و یک زنجیر اینها رو محبوس میکردن یا هر جا میبردن، و اینها مثل یک حیوان اینها رو میکشیدن. برده رو به عنوان رقاب معرفی میکنه. والغارمین، و کسانی که مغروز هستند و به اصطلاح بدهکاری هستند که این بدهی باعث در واقع بینوایی و عدم تولید اونها شده. و همینطور سبیل در راه اللهی، در راه خدا بدهید. و بنی و به السبیل، ابن سبیل، به فرزندان راه، به در راه مانده ها، به آواره ها و به پناهنده ها بدهید. فریضتن، اینها واجباتی است، مینه، از سوی اللهی، الله، نه از سوی محمد، نه از سوی من، نه از سوی شما، اینها واجباتی است از سوی الله. والله، و الله علیم، آگاه، آگاهی دهنده، حکیم، در حکمت و آموزنده حکمت است، حکیمی که هم دارای حکمت است و هم حکمت آموز است. اتاق فرمان، اگر فکر میکنید که موعدش فرا رسیده، دقایق کوتاهی به تنفس بپردازیم، بازگردیم با بینندگان باشیم.